سلام بچه ها، چطور؟ چرا نگفتم موزیک بازه خفن؟ یادم رفت. بلش کن، حالا این سری رو میگذاریم ازش از سری های بعدی. میخوایم یه ریاکشن بازگوش بریم روی یکی از آهنگای خفن رپ فارسی به نام طولانی از سینا سایی. نمیدونم شنیدین یا نه، اگه نشنیدین که با هم میشنویم، اگر هم شنیدین باز هم با هم میشنویم، یه مروری بکنیم بهش، یه بازگوشی بریم روش. دمتون گرم، تا آخر ببینید و لایک و کامنت و سابسکرایب هم انجام بدین. خیلی چاکریم. بدون هیچ حرفی میریم که داشته باشیم طولانی از سینا سایی. 1 2 3 سینا بچه ها، تا رفتن جایی تا برگردن من میخوام سه چیزا رکورد کنم، بگیر فلان. یه آهنگ گنگ مشتی بودا زمان خودش، همین الان هم بشنویمش خیلی خفنه فکر کنم. بشه کاملا شیدان مثل مخدر شدیم واسه مغزه این جنسایی سلطنت درندش میخوای استوب کشت دراز و قلندر میداری زبونه تو دهن که کور میخوره که خودش به نوعی یه جوستی فوره که میپاشون مغز رای مثلوه میاد روی بس نوبزاری میشود بازی یه بگو کلمات شبه بازی نیست اصلا این دیوانه. فلوش دیوونه کننده است، یعنی فلوی سایی به تنهایی خیلی یار قورت میده. نگم براتون یه دیسه به تمام معنای بریم. اگر با قدرت کافی میجنگد دشمن ها چی میترسد از این جایی که گفتن راوی بیمزه است من میشم خودم با همین دو به چند نفر تسلیم هم شده نمه کتا که نمیام میخوام نرماشم ولی بگو کتا که تریا مربی میرم موزیک و جد گیگ زیره یه میکروفون دوه رو به هر بیس میشه حرفای تو نمایشی برو بیش بینه حرفای من او تمامیش بینه گوش بده ببین کربا بیش چیه تو با تیک توک ساعت میخوابی نه با تیک تیکش سر و بیچ میره بشمار ببینم کی بعد از این کار فکر میکنم خودش گفتش، آره توی یکی از ویدیوهاش گفتش خود سینا سایی که بعد از این کار 5-6 دیس براش اومده ولی خب اصلا شنیده نشدن. راستی این کار کورس نداره، این کار کورس نداره. یه لباس جنگ یه لبخند ملی یه ورم سفید و یه قلم تشنه یه ذهن هار دارم که طلب تکسه من اعتماد دارم به پرنده یه ذهن که پر میکشه همش به طرف یک شه وقتی فقط به فکر دافه تو آرائش شزیمم و کلماتم میگیرم یه آرائش جنگی دایی یک شخصی گفت کاریزماتی که کن میشه میخواد کلماتش باریت قاتیشه وقت قد کردن ذهنم و قدم ترجیح میدم راه برم صرفم با هدف این که میگه قدرت دارم حتی از لنگ تو همون بسازم یه حس یه عشق یه بغض تو گلو، توی فریستایل فصل اول بود فکر میکنم یه اشارهی بهش میکنه، میگه من میتونم سربازی باشم در حال چی میتونم خوش جاهای مختلف میذاره مختلف میذاره که بگه ما میتونیم مثلا از هر چیزی محتوا درست کنیم. خیلی به نظر من فریستایل فصل اول خودش به تنهایی یه چیز خیلی خفنه که قشنگ رپ رو توضیح میده که مخاطباش کیان، موضوعش میتونه چیا باشه، رپر کیه و و و و و. خودش یک کلاس آموزشی، اگه نشنیدین که بعید میدونم نشنیده باشین، برین اونو بشنوید، حتما ببینید و بشنوید. او چیز شدم با شعرهای قوی فکر که کشانم بعد از اشغال زمین نه رفم علمیه یا عدبیات سایی کلمات و قرمیه قطر خندی جانم توی مایه های شکس بیه آکرندیاتش کلمات و ببین برمیشه آمنم زیبای لازم بگه بقا تکنیکه باید همین باشه لازمه یه بقا تکنیکه. کاش واقعا همینجوری باشه آیه سینا سایی. خیلی ها بدون تکنیک و صرفا با پول اومدن بالا و شناخته شدن، همه اونم میدونیم کیا.
خودشون ایجر میده آخرم میبازسین و همین خوب اسیلش آیندم این کار رب کردن برام که اکسیده شایدم بیفایی رفت رب بدنم سخ میشه آن کم میاره اگه خسته شدی هرکه آن گرز این جاهه ساعت یعنی وایسه این راحت ترین تایم بازه کاغذ و این باشه که به آهنگ منی داده سیتا که میگی با از سینای تا هم تکسا خوبه ولی فقط دهندکی کابه که یا مچاره میشه یا فندک میخوادش یه تو هم تکسات خوبه ولی با اندکی کاور که یا فندک میخواد یا مچاله میشه ای بد این کارا واسه این فنام از هم چی داره تو که مثل سایی نیستی شب و تا هر وقتی خواستش با عقل بیداره بعدش با عدم میخوابه تا که خوش بیاد از رخت خواب باز زبی باشه و جر بده رپ و اون پارکتی تازه این کار کارست نداره گفتم نه من فرایند ما برای ذهن بشریه در برابر آهنگای جلفه نفت اینو چند روز پیش فکر کنم دو سه روز پیش چیز کرده بود یه پستی گذاشته بود توی پیج اینستاگرامش و نوشته بود در برابر آهنگای جلف تصبی هم از این آهنگ بود دوباره در سری من و ساده زب فنی هم دوباره وقت جنگی در کلاس تحت تقیب هم کجای شهر منی من خوباره بند همین هم کلاهی کب رپی هم تازه بند کفشی شرخ بسته نیسته حسون آماده شو از اینجا به بعدشید به کلماتم تو جیب هم این دیوونه تازه میخواد این دیوونه تازه میخواد دست به جیب شه اینجا شو فکر کنم میترکونین چیزی که یادمه اینجوری بود همه شهر را تهران زنگ زنگ گفتش کنسر میخوای ما گفتیم کجاش آزادی یا برفت اون که گوجه ایران من اینقدر رب میکنم تا تشنج کل ایران این کارو از کی برمیاد فقط خود سینا که زندگی میده که برسه به تولد جمله این خاص و آرسایی فرق با کلمش من نکششون که میخواد ثابت کنه بهت که کارش معجزه و باز شده دلت این شلیکه ای که شد اینجا رو یادتون باشید اینجا رو یادتون باشه آیا من واسه خودت بشه ولی توقعی خورده بیجا ساده نیست سطحی نگی تمرکز قطره این کار توجه تو به اینجا تا قرم هم مرکت کنه و شده برده بیس بار خاطرم دونه دونشون اومدن کلاسیک شدن رپ کنی دیگه من عذر میخوام به خاطر اینکه یکم طولانی بود اون موقع که این آهنگ اومد کلن یه چی میگن جوی ایجاد شده بود اگر درست یادم بیاد که با آهنگ سرده اینا مشهور شده بودن یعنی خیلی مشهور شده بودن و میگفتن شما رپی نیستین اینا هم چند تا آهنگ مشتی دادن که بفهمونن که ما رپیم حالا اونم یه ژانر دیگه یه ژانر فان دیگه ساخته بودن آقا این کار کارت نداره دست نداره یالا آقا آها اونجا گفته بودم بنگ بنگ یه دونه تیر خورده بود این تیر دومیش بود باحال بود انصافا این تیکش هم هنوز توی یاد من مونده بود سینا سایی واقعا توی حالا گروه تیک تاک رو در نظر بگیریم به نظر من توی فلو اجرای رپ سینا سایی حرف اول رو میزد و الان هم که داره تکی کار میکنه باز دست روی موضوعات خوبی میذاره یعنی متفاوت میخواد عمل بکنه اول که برای سربازا خوند بعد برای کادر درمان حالا نمیدونم آهنگ بعدیش چی باشه ولی چیزی که مشخصه اینه که داره توی هدف خاصی به سمت هدف خاصی پیش میره و با هدف داره آهنگ میسازه اما گروه تیک تاک هم واقعا خوب بود و کاش که دوباره اینا به همدیگه بپیوندن مثل زد بازی آره دیگه اینجوری ها یادتون این آهنگو یادتون بود یعنی اگه آره بنویسیم توی کامنت ها من خیلی دوستش داشتم و هنوزم دوستش دارم این آهنگو به نظرم یکی از بهترین آهنگای رپ فارسیه هم تو دوره خودش هم الان حتی حرف برای گفتن داره هم از لحاظ اجرا هم از لحاظ محتوا خیلی چاکریم دمتون گرم که تا آخر دیدین خوشحال میشیم که سابسکرایب کنید لایک کنید کامنت بذارید نظرتون رو به ما بگید استفاده میکنیم ازش چه آهنگی رو ریاکشن بدیم که نرفتیم تا حالا بنویسیم دمتون گرم خدافظ